سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. به یکی دیگه از سری برنامه‌های دالان وحشت خوش اومدید. در این برنامه ماجراهایی بازگو میشه که در بردارنده خاطراتی از برخورد با دنیای ماورا و موجودات عجیب. این ماجراها توسط شما عزیزان به دست ما رسیده. در ادامه برای بررسی ماجرای قبرستان ناآرام با ما همراه باشید. در صورتی که تازه به کانال ما پیوستید، دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو هم فعال کنید. اما به دلیل برخی مشکلات گزارش شده از طرف کاربران در خصوص عدم اطلاع رسانی به موقع یوتیوب از برنامه‌های جدید ارسالی ما، حتماً در کانال تلگرامی ما عضو بشید تا سریعاً از ویدیوهای جدید و تمامی اخبار اونها مطلع بشید. آدرس کانال تلگرامی ما در زیر ویدیو در قسمت توضیحات قرار داره. اسم من متیوه و از مسیحی‌های ارامنه هستم. البته مادرم ارمنیه و پدرم ایرانی مسیحی کرده. داستان برمیگرده به تابستون پارسال، وقتی من تازه وارد کلیسا شدم. برای خدمت من در ایران در کلیسای سرکیس مقدس و در کلیسای مریم مقدس خدمت کردم. اما یکی از وحشتناکترین اتفاقهای عمرم بود که باعث شد زندگی من تغییراتی کنه. ما هر سال با کشیش خودمون که اسمش رو نمیارم به آرامستانهای ارامنه میریم و دعا میکنیم. اما پارسال به آرامستان دولاب، یعنی قبرستان ممنوعه، رفتیم. پا که به گورستان میگذارید انگار در جنگلی بکر وارد میشید. طول بلند علفها نشون از این داره که سالها از عمر این سنگ قبرها گذشته. سنگهایی با علامت صلیب بر اونها و متعلق به کشورهای روسیه، لهستان، فرانسه، ایتالیا و البته مسیحیان ایرانی. روی سنگ‌ها نقوش صلیب، عکس‌های سیاه و سفید و تصویر بانوی غمگین یا مریم قصه‌دار دیده میشه. بالای برخی از قبرها شاخه‌های درختان قدیمی سایه انداخته. از زبان مردم دولاب، افسانه‌های زیادی درباره این قبرستان گفته میشه. دیدن نشان سربازان گمنام روسیه، آرامگاه کندهای فرانسوی، شاهزاده‌های گرجی، پزشکان دربار قاجار و پهلوی، گورستان دست جمعی لهستانی هایی که در جنگ جهانی دوم در راه بازگشت به وطن جان باختن و بسیاری از چهرهای سرشناس طبعی کشورهای دیگه در اینجا میتونه جذاب باشه. به خاطر اینکه مالکیت آرامستان ارامنه متعلق به کشورهای روسیه، لهستان، فرانسه و ایتالیا است و کسب مجوز از تمامی سفارتخونه ها الزامیه، بازدید از آرامستان کمی سخته، اما غیر ممکن نیست. ما اون سال همه ی تاییدیه ها رو داشتیم و وارد آرامستان شدیم. ساعت 7 صبح وارد قبرستان شدیم و تا شب زمان شام اتفاق خاصی نیفتاد. ما در اونجا در حال عبادت بودیم. بعد از شکرگزاری پدر اجازه داد بخوابیم. به همین خاطر در چادر به خواب رفتیم. ساعت از 12 گذشته بود که من حس کردم یه صدایی بیرون از چادر میاد. صدایی مثل پیس پیس که زیر لب بود. اول ترسیدم، اما بعد با خودم گفتم این مکان مقدسه و ترسی نداره. ممنوعیت اینجا به خاطر چیز عجیبی نیست. لباسم رو پوشیدم، گردن بندم که پدر داده بود رو به گردن انداختم و تسلیس انجام دادم و گفتم به اسم پدر، پسر و روح القدس و از چادر خارج شدم. صبح اونجا واقعا مکان زیبایی بود، اما در شب روباورترین مکان بود. صدای پیس پیس قطع شده بود که به راه افتادم. به قبرها رسیدم. داشتم نامها و سال فوت آرامگاه ها را میخوندم که به قبر عجیبی رسیدم. قبر برای یک غیر نظامی بود به نام توماس، پزشک دربار قاجار. ترسی عجیب به وجودم افتاد. صدای پیس پیس دوباره شروع شده بود. با هم می لرزید. عرق سردی کرده بودم که شروع کردم به خوندن کتاب مقدس و سعی کردم برگردم به چادرم. صدا بیشتر و نزدیکتر می شد. من به فکر اون قبر بودم،
که سال فوت اون مرد رو زده بود سال 2015. امکان نداشت. سالیان سال بود که اینجا کسی دفن نشده بود. از تعجب شاخ در آورده بودم که به سمت چادر دویدم. دوباره تسلیس انجام دادم و وارد چادر شدم. به هر سختی بود بالاخره خوابیدم. صبح که بیدار شدم برای پدر همه چیو تعریف کردم. اون خندید و گفت حتما خواب دیدی. گفتم نه پدر اشتباه میکنید. و پدر رو به سمت اون قبری که شب گذشته دیدم بردم. هیچ خبری نبود. نه قبری نه اسمی. داشتم دیوونه میشدم. پدر گفت دیدی خواب دیدی. من قسم خوردم که نه اشتباه میکنی. شب گذشته اون قبر اینجا بود. کل قبرستون رو گشتیم اما چیزی نبود. من بعد از اون اتفاق ترسی عجیب دارم. شب و کابوس میبینم و تنم شدیداً خارش میگیره. بارها حتی در کلیسا همین صدای پیس پیس رو شنیدم. دیگه نمیدونم باید باش چی کار کنم. واقعا نمیدونم. این ماجرای عجیب خاطره‌ای بود از یکی از عزیزان. درست یا نادرست بودن این ماجرا رو ما نمیتونیم تایید کنیم. قضاوت با خودتون. اگر شما هم خاطره این چنینی دارید، اون رو با ما در میون بگذارید و برامون ارسال کنید تا ما اون رو با دیگر دوستان به اشتراک بگذاریم. راه‌های ارتباطی با ما در بخش توضیحات این برنامه قرار داره. نظرات و پیشنهاداتتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سربلندی و سلامتی رو دارم. پیروز و پایدار باشید.